اینکه در اینکه تیم ملی بره جام جهانی همه سود خواهند کرد هیچ کس تردیدی نداره. ما الان خب فدراسیون در زمین‌های مختلف، تیم ملی فوتسال، تیم ملی نوجوانان، در رده‌های سنی مختلف خیلی موفقه به دست آورده، اما همه نگاه‌ها معطوف تیم ملی بزرگسالانه. یعنی اگه ما همه رشته‌های دیگه قهرمان جهان هم بشیم در رده‌های سنی مختلف، اما تیم ملی بزرگسالانه نره جام جهانی، ناکامی بزرگ تلقی میشه. برای همین الان همه دارن تلاش می‌کنن که تیم ملی ما به رقابت‌های جام جهانی بره. بله، من تفکرم اینه که تیم ملی ایران باید بره جام جهانی و برگشت من تو ایران برای این کار فقط این تیم بتونه بره جام جهانی. و خیلی‌ها به من توضیح میدن این قولو نده، انتظار مردم رو بیشتر نکن، ولی من این قولو خواهم داد و این تیم خواهد رفت جام جهانی، به خاطر اینکه ما بازیکن خیلی با کیفیت داریم. من فکر کنم کسایی که از شخصیتی که دور بر تیم هستن همه پر تجربه با شخصیت و بدون حاشیه هستن و همه هدفشون اینه که این تیم بره جام جهانی. بعد یه بحث دیگه در مورد، خب شما خودتون گفتید که حالا کم و بیش دنبال میکردید بازی های لیگ ایران رو و فوتبال ایران رو، یه بحثی که هست دستیارانی که شما انتخاب کردید از کشور هلند هستن دوتشون، یا اگه حالا بعدش هم معرفی کنین ممنون میشیم. این بحثی که هست اینه که این کسانی که شما و اونا هم هیچ شناخت نسبت فوتبال ایران به تپ ندارن دیگه، طبیعیه که لیگ ایران رو دنبال نکردن. این که حالا مثلا احمد آلنمه چطور بازی میکرده، خسرو حیدری چطور بازی میکرده در این زمینه، خب اینا شناخت ندارن. آیا فکر نمی‌کنید که مثلا شاید بهتر بود کسی که لیگ در دل لیگ ایران بود میتونست بیشتر بهتون کمک کنه؟ من به نظر من اگه صحبت کنیم راجع به دستیارای من، آقای پیت بیوتر خیلی پرتجربه است تو فوتبال بین‌المللی، ایشون رو من خیلی سالا میشناسم. آقای ابه کنوب تو بنفیکا مربی گلرا بوده، با آقای رانو کومن کار کرده، آقای مؤسس یکی از فکر کنم با شخصیت ترین، یکی از دانشمندترین کارشناسا و مشاور فنی میتونه باشه تو فوتبال ایران. ایشون همه تیما رو میشناسه، همه بازیکنای ایران رو میشناسه. ایشون هم من باش جلسه داشتم امروز. آقای کوماسی فکر کنم تو تخصص بدنسازی بهترین ایران هست، خیلی با شخصیت، خیلی با حاشیه. تمام این چهار نفری که من اعلام کردم همشون یه اصولایی دارن، یه ملاکایی دارن که خیلی بر من مهمه، تجربه، شخصیت و بدون حاشیه. این آقای پیوتر فرمودید؟ بیوتر، بله بیوتر. اینو میفرمایید رزومه شو؟ بله، ایشون شروع کرده بود، بازیکن بود، بعد ایشون شروع کرد لایسنس یو اف و لایسنس کی ان وی بی ماره هلند، لایسنس اف ام ماره انگلستان، کار کرده بود تو باشگاه مثل آیاکس، سرمربی چند تا باشگاه مختلف هلند بود. ایشون سرمربی باشگاه دست اول هلند بود؟ بله. بعد ایشون هم بعد رفته بود تو باشگاه این خیلی تازه تموم شده بود با اف سی یوتراخت و مدیر فنی یوتراخت بوده، با آقای ون هنگن که بازیکن خیلی بزرگ، مربی بزرگ هلند بوده. و وقتی آقای ون هنگن نتیجه‌ای نگرفته، خودش رو کنار کشیده، آقای پیت بیوتر با اصول که خودش داره خودش هم کنار کشیده. آقای ابکنوب مربی گلرا تو سه تا باشگاه بزرگ هلند بازی کرده، آیاکس، فاینورد و ویتس، مربیگریشو تو ویتس شروع کرده و تجربه داره تو این محله ها کار کنه، که باشگاه الجزیره کار کرده برای مربی گلرا. آقای مؤسس هم که همه میشناسن، آقای کوماسی هم که میشناسن. من یه کسی هم که برای تمام کارهای پشت نمیدونم بک روم، پشت اتاق فوتبال، ایرانیه که تو سوئد زندگی میکنه، که لیسانس آی تی داره و یو اف ال لایسنس داره و جوانان سوئد کار کرده با تمام مرحله. آقای کیانوش مستقمی، ایشون هم خیلی شخصیت خوبه. کیانوش مستقمی، مستقمی منم فارسی درست میگم، مستقمی اسم این که اسمه چیه؟ اسم نیست، مستقمی اسم، یعنی مستقمی اسمش، آره فامیلشون. بله، حالا میخوایم راجع به اسمش هم صحبت کنیم.
ولی من فکر کنم کسایی که دور بر تیم هستن، ما امروز هم جلسه داشتیم با پزشک تیم و تمام فدراسیون گروه پزشکی که داره، دکتر خانلری هم که میمونه که خیلی تجربه زیادی داره، من خیلی از ایشون این جلسه لذت بردم، ایشون کاربلد هست، شخصیت داره، و من یه دونم کسی رو بودم که خیلی برای تیم خیلی مهمه، باهاش تجربه داشتم، خیلی رسانه اشتباه نوشتن که کره‌ایه، ولی ایشون هلندی هست و تو آلمان کار میکنه و با تیم ملی کره تو 2006 با ما کار کرد، فیزیوتراپیست، کاروپراکتر، دکتر است و خیلی کورسای بزرگ تمام دوربر دنیا میده، سمینار میده، آقای جان لنگلون هست و تیم ملی هم یه شخصیت خیلی خوبی، امروز هم ایشونو شناختم، ما نگرش داشتیم به خاطر اینکه آشنایی از تیم ملی و بازیکن داشت، آقای شهاب اضافه شد به تیم ما. من فکر کنم خیلی راضی هستم از کسایی که دور من هستن که با هم کمک کنیم که این تیم بره جام جهانی. خب در این زمینه آیه قطبی خب یکم راحت با هم صحبت کنیم، در زمینه مثلا مارکو خب یکم سابقه خوب نشون نداد، قبول دارید اینو؟ یعنی یا میگید یه سری اتفاقات اینجا رخ داد که مثلا مارکو و بعدش حالا دیکارما خیلی ذهنیت خوبی در ذهن هوادار فوتبال باقی نموند؟ شما دوباره برمیگردین تو گذشته. نه آخه این من... خیلی گذشته، من قبول کردم در مورد گذشته، این به هر حال من میگم اینا که شما تایید میکنید که دیگه هیچ رقم هیچ مشکلی به وجود نخواهد اومد. من همیشه سعی میکنم بهترین شخصیت ها رو بردارم، آقای مارکو هم هنوز من فکر کنم شخصیت خیلی خوبی است و با هر کسی تو کره صحبت بکنین، یکی از بهترین مربیای گلر کره بوده و تو آسیا بوده، تا تجربه قهرمانی آسیا داره و من فکر کنم فضای ایران مشکل برای بعضی کسا و فضای مشکلی برای ایشون بود و من فکر کنم شما به کمک شما لازم داریم، اگه شما هر روز صحبت بکنیم راجع به گذشته چیزایی که ممکنه اونطوری که باید باشه نشده، من فکر کنم این به تیم ملی ما کمک نخواهد کرد و برنامه شما اگه ما بریم تو جام جهانی فکر کنم سال بعد خیلی پر بیننده تر بشه و بیشتر مردم تماشا کنن و خواهش میکنم کمک کنین، یه ذره رعایت کنین این حاشیه‌ای که برنامه شما بعضی وقتا دوست داره شروع کنه. اون که خیلی سری حقایق هست که نمیشه کارش کردی آیه. بله بله. خودت نمیشه الان چشمون بپوشونیم به سری حقایق، من قبول دارم که باید خیلی منطقی به خصوص در آستانه رقابت‌های تیم ملی باید آدم خیلی منطقی جلو بره و کمک کنه که تیم ملی این شرایط رو بگذرونه. بریم یه بخش کوتاه از برنامه رو ببینیم، برمیگردیم با قطبی صحبت ما ادامه بدیم.